مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 48مین اجلاس خود در دسامبر 1993 روز سوم ماه می را به عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات نامگذاری کرد. این نامگذاری پیش از این در یونسکو نیز تصویب شده بود. به گزارش همکارم سعید بهاری در این زمینه توجه فرمایید. در سوم ماه می 1991 میلادی، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد یونسکو در نشستی که در شهر ویندهوک پایتخت کشور افریقایی نامیبیا برگزار کرد، اعلامیه‌ای موسوم به اعلامیه ویندهوک را صادر نمود و خواستار شناسایی این روز به عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات شد. دو سال بعد در دسامبر 1993 میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 48مین نشست عمومی خود این پیشنهاد یونسکو را تصویب کرد، به این امید که وضع اسفبار سانسور و سرکوب مطبوعات و رسانه‌ها در دنیا بهبود پیدا کند. حتی پیش از این نامگذاری، نهادهای غیر دولتی ناظر بر امور آزادی مطبوعات و رسانه‌ها به سنجش میزان آزادی رسانه‌ها در اغلب کشورها می‌پرداختند، اما از آن سال این سنجش علمی‌تر و فراگیرتر شد. سازمان گزارشگران بدون مرز که مرکز آن در پاریس قرار دارد، همه سال این سنجش را به صورت علمی و فراگیر انجام می‌دهد و رتبه بندی سال قبل خود را به میزان سرکوب مطبوعات و یا آزادی اصحاب مطبوعات و رسانه‌ها در دنیا به روز رسانی می‌کند. علی‌رغم آنکه آموزه‌های اسلام علوی با افتخار بیشترین میزان از آزادی بیان و عقیده را به ویژه در سیره عملی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، امیرالمؤمنین علی علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام، خصوصاً در مکتب فکری و علمی امام باقر و امام صادق علیهم السلام به جهانیان عرضه داشته، اما کارنامه دولت‌های به اصطلاح اسلامی در این زمینه بسیار سیاه و فاجعه بار است. روزنامه نگاران در ایران و افغانستان هر کدام به اشکال گوناگون بازداشت می شوند و رسانه ها در این کشورها توقیف و تعطیل می گردند، حالان که رسانه های منتقد معمولا وظیفه ذاتی و حرفه‌ای خود را انجام می دهند. بازداشت های دراز مدت روزنامه نگاران به دلیل انتشار اخبار و گزارشات انتقادی، فشار به رسانه ها برای اعمال خود سانسوری، قتل و ترور روزنامه نگاران و انجام عملیات انفجاری و تروریستی در برابر رسانه ها و از این دست موارد، همه حکایت از وضع اسفبار رسانه ها در کشورهای اسلامی به ویژه در خاورمیانه دارد. نقطه مشترک تمامی نظام‌های آزادی ستیز به ویژه آنهایی که مدعی اسلام هستند هم تعریف سلیقه‌ای ایشان از مفهوم امنیت است. حالان که جریان آزاد اطلاع رسانی که رسانه‌های مستقل آن را به دوش می‌کشند و نقد و نقادی را دامن می‌زنند و شفافیت و حق اطلاع رسانی را بر عهده می‌گیرند، نه تنها امنیت شهروندان را به مخاطره نمی‌اندازد که موجب تضمین امنیت عمومی می‌گردد. در روز جهانی آزادی مطبوعات، با نگاهی دوباره به سیره عملی و احادیث گوهربار رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بالاترین میزان تحمل مخالف و منتقد و عالی‌ترین سطح آزادی بیان و عقیده را میتوان به عنوان نماد این روز به جهانیان عرضه کرد. سعید بهاری، اخبار شیعه. آقای احسان مهرابی، روزنامه نگار ساکن برلین با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. جناب مهرابی، من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان. عرض ادب. آقای مهرابی، وضعیت آزادی مطبوعات مخصوصا در خاورمیانه را چگونه ارزیابی میکنید؟ بفرمایید.
وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در 10 سال گذشته به مراتب میشه گفت که بدتر شده، به خصوص بعد از تحولات بهار عربی که کشورهای عربی به نوعی شاهد درگیری ها بودن. حملات به خبرنگاران چه از جانب دولت ها و چه از جانب برخی از گروه های مخالفان دولت ها افزایش پیدا کرده و در فضای قاعدتا جنگی و امنیتی هم به طور معمول آزادی رسانه ها بیشتر تهدید میشه. در ایران هم بعد از اعتراضات سال 96 به بعد عملا این وضعیت خیلی بدتر شده، هم تعداد خبرنگارانی که بازداشت شدن و هم فشار به رسانه ها و محدودیت آزادی رسانه ها برای انتشار مطالب. بعد از اعتراضات سال گذشته هم تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران بازداشت شدند، به خصوص نیلوفر عامدی و الهه محمدی که خبر کشته شدن مهسا امینی رو منتشر کردند. نکته دیگه این که قبلا یک سری روزنه های وجود داشت که مثلا اگر خبرنگارانی در کشور خودشون امنیت ندارن، ممکنه که بتونن به برخی کشورهای دیگه برن و در اونجا امنیت داشته باشن. الان وضعیت فعالیت خبرنگاران کشورها در کشورهای دیگر هم به مرور دچار تهدید شده، یعنی هم دولت‌ها به افرادی که این خبرنگاران را فشار میارن پناه میدن فشار میارن، و هم اونها دیگه نمیتونن مانند گذشته امکاناتی برای فعالیت داشته باشن. گروه های اپوزیسیون دولت ها هم معمولا به این خبرنگاران فشار میارن و دوست دارن اونها را متمایل به خودشون بکنن، از این جد استقلال اونها هم تحت خطر هست و تحت فشار قرار دارن که به نوعی استقلال خودشون رو از دست بدن. آقای مهرابی، روز آزادی مطبوعات و فعالیت های مرتبط با آن به چه میزان میتونه از روند سرکوب و سانسور رسانه ها جلوگیری کنه؟ بفرمایید. به هر حال این مناسبت ها برای یادبود یا برای بحث های دیگه خوب هستن، یا جایزه هایی که اختصاص داده میشه و بحث های مشابه، ولی به مرور این مناسبت هم تبدیل به یک مورد به تعبیری مناسبتی شده. یعنی مثلا در یک روز یا چند روز درباره آزادی مطبوعات صحبت میشه، یک سری اقدامات سمبولیک انجام میشه و در نهایت وضعیت مانند گذشته است و اتفاقات خاصی نمیفته. و حتی الان دیگه برای مجموعه ها یا سازمان هایی که پیگیر موضوع آزادی رسانه ها هستن هم بیشتر این روزها روز مناسبتی و موسمی شده و اونها هم به نوعی فقط یک سری آمار ارائه میکنن و دیگه چندان نمیتونن بر فشار بر دولت ها یا حتی برای تسهیل فعالیت خبرنگاران یا ارائه خدمات به اونها مؤثر باشن. از این جهت میشه گفت که به مرور تأثیر این روزها یا این مناسبت ها هم کمتر شده، چون نه دولت ها به اونها توجه میکنن نه سازمان های غیر دولتی اون ابزار رو دارن که به دولت ها فشار بیارن که بخوان حقوق روزنامه نگاران رو رعایت بکنن. تشکر میکنم از شما آقای مهرابی. آقای احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان، با ما بودند.